بسم الله الرحمن الرحیم. میایم با برنامه مایکروسافت اکسل. درس ما است مینوی فایل انفو. اولین کماندی که ما دا انفو میخوانیم عبارت است از اکتیویت پروڈکت. امی ورژن برنامه مایکروسافت اکسل یا ورد یا اکسس که ما شما استفاده میکنیم ورژن کپی است، اصلی نیست. اینمی ورژن مایکروسافت آفیس که است با اکتیویشن ضرورت داره، یعنی ای باید از طریق انترنت چی شوه فعال شوه که او را اکتیویت میگه. اگر ما شما خواسته باشیم اینمی مایکروسافت اکسل یا برنامه ام اس آفیس چی کنیم یا را فعال بسازیم از طریق انترنت، به خاطر از این مینوی فایل انفو و میگیم اکتیویت پروداکت. در صورتی که ما شما انترنت داشته باشیم باز میتونیم که آفیس خود یا پروگرام های مایکروسافت آفیس خود از طریق انترنت چی کنیم فعال بسازیم. بعدن که از کماندی بعدی که ما میخوانیم عبارت از پروتکت وربوک. در پروتکت وربوک اولین کماندی که از عبارت از مارک از فاینل. مارک از فاینل از نام خودش معلوم میشه که اگر ما شما یک فایل جور کنیم و میخواییم که در او دیگه نوشته نشوه، پس از این کماند استفاده میکنیم که وقتی که اینمی کماند ما شما کلیک کنیم فایل ما را رید اونلی میسازه، در او ما تغییرات آورده نمیتونیم. پس به خاطر از این میایم اول یک چیز را نوشته میکنیم. نوشته کردم که اس نیم، کنترل شیفت انتر، بعد از این ثبت میکنیم، میایم در فایل ثبت به نام کمال، بعدا میگیم سیو. بعدا میایم در مینوی فایل انفو پروتکت وربوک و مارک از فاینل کماند را کلیک میکنیم، فقط اوکی. بعدا بیاین شما سیل کو دمی و مکمل وربوک، نه تنها های شیت اول یا شیت دوم، کلی شیت هایی که مثلا در وربوک امرای ماست کل از که است رید اونلی است، دو فقط ما میتونیم که بخوانیم، چیزی تغییرات آورده نمیتونیم. مثلا کو هر چی نوشته که ما شما بکنیم امکان نداره. و اگر بازم ما شما میخواستیم که مثلا در این تغییرات مثلا آورده بتونیم، فقط در اینجا سلکو یک کماند است به نام ادیت انیوی. اگر اینمی کماند را کلیک کردیم پس میتونیم در این هر نوع تغییرات که ما شما خواسته باشیم بیاریم. بعد از او که است امرای ما کماندی بعدی که است عبارت است انکرپت ویت پاسورد. اگر ما شما خواسته باشیم اینمی فایلی که وربوکی که ما شما صاف کردیم بدون پاسورد است، یعنی هر کسی را میتونه استفاده کنه، باز کنه، اوپن کنه. اگر ما شما خواسته باشیم این را پاسورد بتیم، فقط میایم فایل، بعد از او انفو پروتکت وربوک و انکرپت ویت پاسورد را کلیک میکنیم که اینمی کار ما شما از طریق سیو میتونستیم، از طریق سیواز هم میتونستیم و از قسمت هم میتونیم. و فرق ما بین انکرپت ویت پاسورد و پاسوردی که ما از طریق سیو و یا سیواز میتیم او رنبرتان چی میکنیم میگویم پسندر. فقط انکرپت ویت پاسورد ما شما کلیک میکنیم، پاسورد دادم اسد، اوکی اسد. حالی اگر ما شما این فایل خود صاف کنیم، بعد از او بیایم فایل و ای را کلوز کنیم، وقتی که باز از سر اونمو فایل خود باز میکنیم که به نام کمال صف کرده بودیم، از پیش ما پاسورد طلب میکنه. در این قسمت پاسورد خود تایپ میکنیم اوکی و فایل ما یا وربوک ما چی میشه؟ باز میشه. ای بود کماندی چی؟ انکرپت ویت پاسورد. خب فرق ما بین ازی پاسورد و سیو پاسورد و یا سیوز چیست؟ اولین کاری که مثلا فرق که است ما بین سیو پاسورد سیو و انکرپت پاسورد که است که از اون طریق که ما پاسورد میتونیم 4 دفعه طلب میکنه و این قسمت که ما پاسورد میتونیم 2 دفعه طلب میکنه. وقتی که مو فایلی که ما شما از طریق سیو کنیم و او رو پاسورد بتیم، باز که او رو باز میکنیم 2 دفعه از پیش ما پاسورد طلب میکنه. و اگر فایلی که مثلا ما پاسورد داشته باشیم از طریق انکرپت پاسورد، وقتی که او رو ما شما باز میکنیم 1 دفعه پاسورد از پیش ما طلب میکنه. این بود مین فرقی پاسورد که از طریق سیو میتیم و پاسورد از طریق انکرپت ویت پاسورد. بعد از او کماندی بعدی که است عبارت از پروتکت کرنت شیت. اگر ما شما خواسته باشیم فقط همی شیتی موجوده که ما شما کار میکنیم ای را قلف کنیم، کرنت شیت مانا شیتی موجوده، پس میایم به خاطر از این مینوی فایل انفو و پروتکت وربوک، بعد از او پروتکت کرنت شیت. در پروتکت کرنت شیت که است بعد از او ما شما پاسورد خود تایپ میکنیم اوکی، بعد از او پاسورد خود تایپ میکنیم اوکی. پاسورد باید یک چیز باشه. در اینمی شیت که است هیچ نوع تغییرات ما آورده نمیتونیم. مثلا کو هر تغییراتی که مثلا شما چیزی نوشته میکنه هیچ ما را به تغییرات آوردن نمیمونه، یعنی در هیچ تغییرات امکان ندارم. مگم در شیت دیگه که اگر شما برین در اوجه هم تغییرات میایه، یعنی این قسم نیست مثل
این کر مرکز فاینل وری کی مثلا نگم شما کمانډ کلیک کنیم کلی ور بو کی ما چې میشه پروټیکټ میشه و اگر پروټیکټ کرن شیټ کلیک کردیم فقط شیټ کی ما شما کلیک کردیم دو کار میکنه نو شیټ قفل میشه دیگه قفل نمیشه باز دمی پروټیکټ کرن شیټ کی است بعضی اپشن های دیگه است که اینا ما بت نال کار میکنه مثلا رفتم به شیټ دوم اینا میخواستم قفل کنم میام د فایل بعد از او د انفو و پروټیکټ ور بو بعدن پروټیکټ کرن شیټ را چی میکنیم کلیک میکنیم دای قسمت وقتی که ما شما پاسورد خود را تایپ کنیم بعضی اپشن ها پایین است که نوشته که the allow all user of this worksheet to select lock cell select unlock cell میگه اجازه بدی به یوزرایی که از امی دمی شیت که است سلا را لاک کده بتونه سلیک کده بتونه یعنی سلای لاک باشه یا انلاک باشه ار دویزی سلیک کده بتونه یا مثلا او را فارمر کده بتونه انزرت کده بتونه دلیت کده بتونه اگر ما شما یه را کلیک کردیم پس برای ما اجازه است که یک شیر دلیت کنیم یک سل دلیت کنیم مثلا یا مثلا یک کالام دلیت کنیم یا مثلا یک را دلیت کنیم پس بدون از مثلا یا را کلیک نمیکنین فقط اوکی بگین بعد از پاسورد خود بتین اوکی اینو میشید همچی شده قفل شد این بود امرای ما کماندی چی پروتکت کرنت شیت بعد از اینکه امرای ما پروتکت وربوک استراکچر است به خاطر از این وربوک یا نو میگیریم کنترل دبلیو سیو نمیکنم انتر کنترل ان سیو نو گرفتیم اگر ما شما خواسته باشیم سل کو دا وربوک کیس امرای ما دو چیز است یک کیس استراکچر است یک ویندوز اگر ما شما دو جا استراکچر انتخاب کردیم فقط می شیت کیس تا شیت موجوده دلیت نمیشه و اگر وربوک اگر ویندو انتخاب کردیم بعد از اینکه چی میشه این بتنای نیست بتنای ویندو بتن کیس اینو کیس باز کار نمیده پس به خاطر از این میایم دا فایل دا فایل بعد از میریم دا پروتکت وربوک میگیم چی پروتکت وربوک استراکچر چی را میخوای اگر استراکچر انتخاب کردی پاسورد میتی نمیتی کار خودت است مثلا من پاسورد تایپ کردم برش ای بعدن اوکی ای حالا این شیت چیز دلیت نمیشه میشه شیت دلیت نه دلیت نمیشه و اگر ما شما خواسته باشیم که اینمی ویندو بتن هم گم شوه که یار کسی نتونه که مثلا یور بوک مثلا برای ما چی کنه بند کنه پس به خاطر از میایم دا فایل بعدن پروتکت ور بوک و یک دفعه اینا دا پروتکت ور بوک استراکچر میریم پاسورد میدم که ان پروتکت شوه بعدن میایم دا فایل پس دمو جای خود بعد از اون میگیم که پروتکت وربوک استراکچر و این دفعه میگیم که ویندو پاسورد میتم اسد بعد از اوکی اسد حالا سل کنم ویندو بتن چی شد گم شده از قسمت نیست پس میخواستی به حالت اولی خود بیاری بیاد فایل انفو پروتکت وربوک بعد از بگو پروتکت وربوک استراکچر پاسورد بدی بر اسد اوکی اون سل کو پس به حالت اولی خود آمد بعد از او که سمرای ما کماندی بعدی که است عبارت است restrict permission by people اگر ما شما چندین یوزر داشته باشیم مثلا اگر خواسته باشیم توسط نتورک یک یوزر اجازه میتی دیگر نمیتی از قسمت میتونیم و دیگر هر دیجیتال سیگنچر است میخوای یک سیگنچر خود جور کنید در برنامه مایکروسافت اکسل که نمی کماند امرای ما در برنامه مایکروسافت ورد هم است که در اوجه هم ما شما ای را خواندیم پس میایم در هر دیجیتال سیگنچر بعدن اوکی میگیم یس میگیم فایل خود ثبت میکنیم وربوک خود بعدن کس در این قسمت ما شما امو موضوعی که مثلا ما این فایل باز کردیم به خاطر چی باز کردیم او را نوشته میکنیم ایدیتینگ است در این سال که نوشته کرده برای ما که purpose for signing this document مقصد داخل شدن به این داکومنت از شما چیست میگیم ایدیتینگ است ایدیتینگ مطلب در این چیز تغییرات میانیم فقط ساین کلیک کن اوکی یک سیگنچر چی شد جور شد و اگر میخواست سیگنچر خود ببینی از قسمت هم میتونی و گابی بعدی این همیست که وقتی که ما شما یک دیجیتال سیگنچر را ارد کنین در با امی وربوک پس در بعد از که امی وربوکی موجوده ما شما چی میشه؟ به شکلی رید اونلی میشه که اگر ما شما خواسته باشیم پس تغییرات بیاریم بعد از او میتونیم edit anyway command را کلیک کنیم و پس میشه که تغییرات اینجا بیاریم و سیگنچر هم چی میشه؟ از بین میره ای بود امرای ما کماندی انفو و پروتکت وربوک کماندای بعدی را انشالله در ریکاردی بعدی میخونیم.